فرمانده محلی ضد طالبان در پنجشیر پیام صوتی منتشر کرد. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی بی بی سی فارسی، فرمانده محلی ضد طالبان در پنجشیر پیام صوتی منتشر کرد. صالح محمد ریگستانی، یک فرمانده محلی جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر، در پیام تازه صوتی گفته است که به رسمیت شناختن رژیم طالبان به معنی به رسمیت شناختن داعش، شبکه القاعده و تمامی گروه های تروریستی در جهان است. او در این پیام گفته است طالبان را متهم کرد که برای منافع پاکستان می جنگند و می خواهند افغانستان را به صوبه ایالت پنجم پاکستان مبدل کند. در همین حال در ویدیوی دیگری که به تازگی منتشر شده است، افرادی از جبهه مقاومت ملی افغانستان در اندراب در ولایت بغلان از برگزاری تظاهرات اخیر در کشورهای غربی استقبال کرده اند. دولت طالبان تا کنون در مورد این پیام ها واکنش نشان نداده است. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: خشکسالی و بیکاری، گرسنگی ما را از بین می برد. شماری از باشندگان شمال کشور از وضعیت بد اقتصادی در این ولایت ها نگرانند. آنان می گویند که در پی خشکسالی، پرداخت نشدن معاش کارمندان دولتی و بی‌توجهی حاکمان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی مردم، ادامه زندگی باشندگان این ولایت با مشکل مواجه شده است. بشیر، 21 ساله باشنده شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ است. وی دانشجوی سال سیم دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. اما غمنان و روزگار بشیر را مجبور کرده است که در روی جاده های شهر مزار شریف دست فروشی کند. بشیر می گوید وضعیت زندگی خیلی دشوار شده است. هیچگاهی فکر نمی کردم روزی مجبور شوم که در کنار سرک و خیابان دست فروشی کنم. اما حالا مجبور شده ام. برای پیدا کردن یک لقمه نان به خانواده صبح تا شام در جاده ها بگردم و دست فروشی کنم. بشیر آرزو دارد در آینده وکیل مدافع شود و از این طریق برای کشور و مردمش خدمت کند. اما با این وضعیت بد اقتصادی در مورد ادامه تحصیلاتش نگران است. بشیر می گوید خیلی برایم سخت است. وقتی می بینم آرزوهایم پیش چشمانم از بین می رود، اما هیچ کاری از دستم بر نمی آید. دوست داشتم دانشگاه را تمام کنم و وکیل مدافع شوم و از مردم مظلومم دفاع کنم، ولی حالا می ترسم روزی از گرسنگی بمیریم و حتی کسی از مرگمان خبر نشود. بشیر تنها نان آور خانواده 5 نفری اش است. وی از حکومت طالبان می خواهد تا هرچه زودتر به وضعیت اقتصادی مردم توجه جدی کنند و برای جوانان زمینه کار را فراهم کند. محمود، 35 ساله باشنده ولایت فاریاب در شمال افغانستان که کارگر روز مزد است، می گوید به دلیل نبود کار و بهای بلند مواد خوراکی چرخ روزگارش به سختی می چرخد. وی می گوید امروز هیچ کار نکردیم. حیران هستم وقتی عصر به خانه بروم چی بگویم. هیچ چیزی در خانه نداریم، حتی نان خشک و چای خالی را به مشکل پیدا می کنیم. چی کنم؟ مجبور هستم پول قرض بگیرم
در این خشکسالی هم کسی قرض نمی‌دهد. این مشکلات را داریم. اگر حکومت سرپرست طالبان بد داد ما برسد خوب است. محمود می‌گوید اول قیمت آرد 1200 افغانی بود، اما حالا 2300 افغانی شده است. قیمت روغن 600 افغانی بود که حالا 1500 افغانی شده است. برنج بوری 1200 افغانی بود، اما در حال حاضر 2300 افغانی شده است. قیمت فیلی در تیل 40 افغانی بود که حالا 80 افغانی شده است و گاز هم به 100 افغانی رسیده است. مردم غریب و بیچاره پیسه از کجا کنند؟ عبدالرؤوف باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سرپرست خانواده نونفری است. وی میگوید که با فقر و تنگ دستی روبرو شده است و نیازمند کمک است. و گفته عبدالرؤوف بهای مواد خوراکی با سقوط حکومت به دست طالبان در جوزجان و اوجش رسیده است و آنان توانایی خریداری این مواد را ندارند. عبدالرؤوف میگوید پول نداریم. از یک طرف قیمتی به آسمان رسیده است و از دیگر طرف کار و غریبی نیست. صبح تا شام 200 افغانی نمیتوانیم پیدا کنیم. شبها شکم گرسنه نمیخوابیم. جنگ بود، بدبختی بود. گفتیم حالی که جنگ خلاص شده است شاید وضعیت بهتر شود، اما حالی که گرسنگی ما را از بین میبرد. افزایش بی پیشینه بهای مواد خوراکی در بازارها باشندگان این ولایت را سخت نگران کرده است. این باشندگان از حکومت طالبان می خواهند تا هرچه زودتر بر نامه مشخص را برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در نظر بگیرند و معاش کارمندان دولت را بپردازند و برای مردم زمینه کار و فعالیت را مساعد بسازند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.